معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بای رحمت از وجود 1120 دانش آموز بازمانده از تحصیل در این استان خبر داد. به گفته ی وی، فقر مالی و فرهنگی، بد سرپرستی، اشتغال به کار، ازدواج زود هنگام، بیماری صعب العلاج و عقب ماندگی ذهنی از جمله دلایل بازماندگان از تحصیل است. گویا روند ترک و بازماندگی از تحصیل تمامی مناطق ایران را درگیر خود کرده و همه روز اخبار گوناگون تاکید بر این نکته دارند که این پدیده با افزایش روبرو شده است. جزئیات بیشتر در گزارش فاطمه موسوی. ترک تحصیل دانش آموزان دلایل متعددی دارد که کسب درآمد، افسردگی نوجوانان، اختلال، اضطراب اجتماعی، اختلالات یادگیری، محیط مدرسه و کادر آموزشی، اختلافات در خانواده، مشکلات مالی در خانواده، اختلالات روحی دانش آموزان از جمله دلایل اصلی ترک تحصیل دانش آموزان محسوب می شوند. از مواردی که باعث فراری شدن دانش آموز از مدرسه می شود، می توان به ضعف در سیستم نظام آموزشی و ناتوانی و کارایی آن اشاره کرد. در برخی خانواده ها هنوز با پیشرفت علمی و تکنولوژی اجازه درس خواندن نمی دهند و درس خواندن را راهی برای رشد نمی بینند. برخی از مدارس نیز شرایط سختی برای دانش آموزان ایجاد می کنند که باعث زده شدن آنها می شود. در مناطق محروم کشور ایران مانند سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بای رحمت، عدم دسترسی دانش آموزان ساکن روستاها به مدرسه و همچنین کمبود فضای آموزشی برخی دانش آموزان را از تحصیل محروم می کند. افزایش فقر، بیکاری و گرانی از مهمترین دلایل افزایش شمار دانش آموزان بازمانده از تحصیل است و بسیاری از آنها برای کمک به تامین هزینه‌های زندگی مجبور به ترک مدرسه و پایان دادن به ادامه تحصیل شده‌اند. ترک تحصیل زود هنگام یک اتفاق زودرس است که نوجوانان را زودتر از موعد درگیر دنیای بزرگسالی می‌کند و استعدادهای انسان و جامعه را تلف و آثار سویی بر جای می‌گذارد و در بعد روانشناختی دانش آموزی که ناگزیر به ترک دوستان و مدرسه است با یک احساس خشم و یا نفرت به جامعه خواهد می‌نگرد. جامعه‌ای که او و خانواده‌اش را همراهی نکرده در یک بی‌عدالتی آشکار فرصت شیرین محصل بودن را از او گرفته است. کودکان کار و خیابان، کودکان آسیب دیده و کودکان ترک تحصیل کرده همگی با بازماندگی از تحصیل مرتبطند و عمدتاً به دلایل اقتصادی امکان ادامه تحصیل را ندارند. گزارش بررسی روند ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل در آموزش و پرورش که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ایران تهیه شده نشان می‌دهد تعداد 911,000 و 272 کودک لازم التعلیم در سال تحصیلی 1400 تا 1401 از تحصیل باز مانده‌اند و تعداد 279,000 و 19 دانش آموز در سال تحصیلی 1400 تا 1401 ترک تحصیل کردند. نتایج گزارش مرکز پژوهش‌ها گویای آن است که مسئله بازماندگی از تحصیل همسو با سیاست گذاری ها و در جهت کاهش و در نهایت به صفر رسیدن نیست، بلکه این نرخ در سال تحصیلی 1400 تا 1401 نسبت به سال تحصیلی 1394 تا 1395 به میزان 17.15% افزایش یافته است. مطابق این آمار طی 6 سال بازماندگان از تحصیل بیش از 17% افزایش پیدا کردند. بررسی ها نشان می دهد که 5 استان سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، تهران، خوزستان و آذربایجان غربی دارای بیشترین فراوانی بازماندگان از تحصیل هستند. همچنین استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان غربی و کرمان نیز به ترتیب داری بیشترین آمار ترک تحصیل هستند. فرج کمیجانی، دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران گفته است برخی از خانواده‌هایی که وضعیت معیشتی نامناسبی دارند به کار فرزندان خود برای ادامه زندگی نیاز دارند و به همین دلیل فرزندان خود را به جای مدرسه به محل کار می‌فرستند. علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی نیز در این باره عنوان می‌کند فقر خانواده‌ها بر آموزش و بازماندگی از تحصیل و همزمان آموزش بر فقر تأثیر دارد.
به نظر میرسد خانواده ها بهترین راه برای کسب درآمد را استفاده از نیروی کار فرزندان خود می دانند. ابراهیم سحرخیز معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش در تشریح علل ترک تحصیل دانش آموزان بخشی از قصور را متوجه تورم می داند. موضوعی که می تواند باعث بی انگیزگی در دانش آموزان شود و پای کودکان را به آشفت بازار کار باز کند. به نظر می رسد افت تحصیلی و همچنین پدیده بازماندگی و ترک تحصیل علاوه بر این که معضلی فراگیر است که باید ریشه های آن را فراتر از نظام آموزشی و در سطح کلان مورد بررسی قرار داد، اما این حقیقت را نیز نباید نادیده گرفت که نظام آموزشی در ایران نیازمند تحول بوده و با بررسی کارشناسانه زمینه لازم را برای رسیدن به اهداف مناسب آموزشی و آماده کردن افراد برای زندگی و تأمین آینده فراهم نمود. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. جلیل مقدم، معاون سابق مدیر کل حوزه وزارتی آموزش و پرورش و فعال رسانه‌ای از تهران با ما هم هستند. آقای مقدم، سلام عرض ادب. سلام، وقت شما بخیر. بزرگواری. آقای مقدم، به نظر شما عمده دلایل ترک یا بازماندگی از تحصیل در ایران چه چیزایی میتونه باشه؟ بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون. ببینید، همینطور که گزارشگر محترم شما هم اشاره کردن، دلایل زیادی رو برای ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل ذکر میکنن که الان در وضعیت جدید خب طبیعی است که در ایران اون چیزی که میشه شاخص بیان کرد و به عنوان مهمترین عامل میشه اون رو یادآوری کرد، بحث مشکلات اقتصادی خانواده ها هستش. من یه نکته بگم در خصوص این آماری که گفتید یا همکارتون اشاره کردن. آمارها در ایران متاسفانه مبنای درستی نداره. الان من دیدم که سرکار خانم اشاره کردن که مرکز پژوهش‌ها در سال تحصیلی 1401 911,000 کودک رو بازمانده تحصیل اعلام کرده. همین آمار توسط معاون ابتدایی وزیر که بالاخره مستقیم پای کار هستن و مسلط‌تر هستن، برای سال 1401، یعنی همون سالی که در گزارش مرکز پژوهش‌ها اشاره شده، 204,000 نفر ذکر شده، یعنی یک چهارم یا نزدیک به یک پنجم کمتر از آماری که مرکز پژوهش‌ها گفته. بنابراین ما نمیتوانیم به این آمارها استناد کنیم و بر اساس این آمارها خدمت شما عرض کنم که مطلبی رو بیان کنیم. اما در کلان قضیه، ما باید اذعان کنیم که فشارهای اقتصادی که بر مردم وارد شده، به خصوص در سنوات اخیر، مانع بزرگی شده برای اینکه نتوانند فرزندانشون رو به مدارس بفرستند برای آموزش. من لازم میدونم اینجا بگم که میدونید که در سبد هزینه های ضروری خانوار ما چیزی به نام آموزش نداریم. هزینه های ضروری شامل خوراک و پوشاک و مسکن و یه دو مورد درمان میشه و دو سه قلم دیگه، اما به دلیل اینکه این بحث آموزش رایگان در تکلیف خانواده ها نیست، اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام کرده، تکلیف کرده برای دولت‌ها که همه حق دارند آموزش رایگان رو ببینند و در همه قوانین اساسی کشورهای مختلف یه اصلی هست که اشاره می‌کنه به تحصیل رایگان در مقطع، در حداقل در مقطع ابتدایی. حالا این تکلیف در حقیقت پوشش میده اون هزینه‌ها رو، پوشش میده اون تکالیفی که بر عهده خانواده‌ها هست، ولی در اولویت نیست. یعنی دولت ها مکلفند که این آموزش رایگان رو برای نسلی که آمادگی دارن، نسلی که آماده تحصیل هستن، فراهم کنند. و خب متاسفانه ما در اینجا میبینیم که علارغم این که انقلاب ما انقلاب فرهنگی هست، علارغم این که ادعای ما در حکومت اسلامی ادعاها مبناش فرهنگی هست، بی توجه بسیار زیادی به امر آموزش و پرورش شده که نمونه بارزش، نمونه واضحش رو شما می توانید در ردیف های بودجه سنواتی ببینید که
اولویت دبس آموزش پرورش در اولویت چندم جای گرفته. اولویت های خیلی دیگری هستند که متاسفانه شاید برای زیرساخت یک جامعه ضروری نباشن، اما از منظر حکومت ضروری تر تشخیص داده شدن و مبنا قرار گرفتن و آموزش و پرورش دچار یک انزوا، دچار یک مظلومیتی شده که متاسفانه بروندادش به این شکل الان داریم ما میبینیم که بودجه نیست برای اینکه پوشش بده خانواده هایی رو که دارای فرزندان آماده به تحصیل هستند، بودجه نیست برای اینکه بتواند نیروی انسانی خوبی رو تحویل بده برای تأمین آموزش و پرورش این نسل و مسائل دیگه که حالا اگر لازم شد من اشاره میکنم. عواقب ترک تحصیل یا بازماندگی از تحصیل چه تأثیری در آینده جامعه خواهد گذاشت؟ قطعا این تأثیرش تأثیر منفی خواهد بود. کسی نیست که در هیچ حوزه علمی، در هیچ حوزه‌ای که متکی بر دانش باشه، هیچ گروهی، هیچ به شما عرض کنم آهادی از افراد تحصیل کرده، از کارشناسان، از متخصصان نیستن که تایید کنن ترک تحصیل عوارض منفی نداره. تمام اینها دارای عوارض منفی است. کودکانی که از تحصیل باز میمانند، اینها جذب مشاغلی میشوند که مشاغل محسوب نمیشوند، در حقیقت خطرناکند برای آینده کودک، برای آینده جامعه. تبدیل میشن اینها به یک، به شما عرض کنم که گروهی که با انواع و اقسام، خدمت شما عرض کنم، بزهکاری های اجتماعی درگیر خواهند شد و جامعه رو، سلامت جامعه رو در حقیقت چنین گروه هایی، چنین افرادی که نتوانن در بستر صحیح آموزش پرورش روش کنن به مخاطره می اندازن. با این پدیده مناسبترین راهکار چیه آیه مقدم؟ بفرمایید. بهترین راهکار، مناسبترین راهکار این هست که دولت ورود پیدا کنه، دولت در اولویت های خودش جایگاه رفیعی رو برای آموزش و پرورش قرار بده. و زمینی که حالا من داشتم مطالعه میکردم در قوانین اساسی سایر کشورها، در خیلی از کشورها آموزش رو در حد ابتداییش اجباری ذکر کردن. در قانون اساسی هم آمده که باید آموزش ابتدایی رو ببینند کودکانی که مشمول این دوره میشوند. خب ما در اینجا در قانون اساسیمون صراحتاً ذکر شده که وسائل آموزش و پرورش باید در حد تا حد ابتدایی رایگان باشه. خب این تعهد دولت اصل قانون اساسی است. اگر دولت به وظیفه خودش عمل کنه که مهمترین رکن هست برای رفع این نگرانی از جامعه، مشکلات کمتر میشه. ما در البته در حوزه آموزش پرورش مشکلات خیلی زیاد داریم. متاسفانه ناکارآمدی هایی هست که ذکرش خارج از این بحث ماست الان، اما مهمترین وظیفه دولت در حقیقت اطمینان خاطر دادن به خانواده ها برای فرستادن فرزندانشون به مدرسه هست، به اطمینان دادن به اینکه نگران هزینه هاش نباشن و به هر شکلی که میدونه، کما اینکه بسیاری از هزینه‌های دیگه رو الان دولت متکفل هست به داره پرداخت میکنه و به شما عرض کنم میده به اینا و به سازمان‌ها و نهادهای مختلف، قطعا باید آموزش پرورش هم از این بودجه ها در اولویت اول بهره مند بشه که این نگرانی ها کم بشه. و من اعتقادم اینه که ما هر چه فشار هم بیاریم روی خانواده ها، که در حقیقت خانواده ها هم مؤثر هستن، باید به این موضوع اهتمام کنن، باید فرزندانشون رو بفرستن برای آموزش به سیستم آموزش پرورش کشور. اما زمانی که آدم میبینه این فشارهای اقتصادی رو، باید حق داد به خانواده‌ها که دیگه از توانشون خارج شده، و تنها کسی که میتونه و تنها نهادی که میتونه این نگرانی رو حل کنه دولت هست و نهادهای فراوانی که تحت پوشش دولت متولی امور فرهنگی هستن و باید بسیج بشن برای شماشون رفع این نقیصه و در حقیقت کاهش آمار بازماندگان از تحصیل. آقای مقدم سپاسگزارم از شما. جلیل مقدم از تهران با ما همراه بودند.